دومین روز مرداد ماه برابر با 24 ژوئیه سال 1162 خورشیدی برابر با 1783 میلادی، زادروز سیمون بولیوار، مبارز انقلابی معروف آمریکای جنوبی. سیمون بولیوار که در شهر کاراکاس ونزوئلا دیده به جهان گشود، تحصیلات دانشگاهیش را در رشته حقوق به پایان رسانید تا شاید از این طریق بتواند کشورش و مناطق آمریکای لاتین را از زیر نفوذ اسپانیا رهایی بخشد. به همین جهت هم مبارزات استقلال طلبانش را آغاز نمود و بسیاری از سرزمین‌های این ناحیه را آزاد کرد. پس از آن بولیوار در انقلاب کاراکاس شرکت نمود و با کمک ارتشی از هوادارانش کولومبیا را به تصرف درآورد. بولیوار از طرف کنگره‌ای که به منظور تشکیل کولومبیای بزرگ برپا شده بود به ریاست جمهوری برگزیده شد و با آزادسازی کولومبیا، ونزوئلا و پاناما این هدف را تحقق بخشید. مبارزات آزادی بخش بولیوار کمی بعد به اکوادور گسترش یافت و این کشور پس از آزادی به کولومبیای بزرگ پیوست. یک سال قبل از آن نیز بولیوار با فرماندهی نیروهای آزادی بخش پرو این کشور را آزاد کرده بود. سرانجام پس از 17 سال مبارزه سیمون بولیوار موفق شد سرزمینش را آزاد کند و به همین دلیل هم به پاس خدماتش این کشور را بولیوی نامیدند. سال 1296 خورشیدی برابر با 1917 میلادی، در گذشت فردیناند زیپلین، مبتکر آلمانی و مخترع بالون هدایت شونده. فردیناند فون زیپلین، مبتکر آلمانی که علی‌رغم ثروت سرشارش به امور مکانیکی علاقه فراوان داشت، با تلاش بسیار موفق شد تا بالون‌های بزرگ قابل هدایت را اختراع کند. اولین بالونی که زیپلین ساخت و به فضا فرستاد با یک موتور کوچک به قدرت 32 اسب بخار کار می‌کرد. این بالون 128 متر طول و 11000 متر مکعب گنجایش گاز داشت. اختراعات فردیناند در سالهای بعد از مرگش هم تکمیل شد و کار وی ادامه یافت. سال 1379 خورشیدی برابر با 2000 میلادی، در گذشت احمد شاملو. احمد شاملو متخلص به الف بامداد، شاعر، نویسنده، روزنامه نگار، پژوهشگر، مترجم، فرهنگ نویس ایرانی و از بنیانگذاران و دبیران کانون نویسندگان ایران در پیش و پس از انقلاب بود. شاملو که در تهران و در یک خانواده ارتشی دیده به جهان گشود، در دوران کودکی به دلیل شغل پدرش پیوسته از این شهر به آن شهر سفر می کرد و از همین روی هرگز موفق نشد تا تحصیلاتش را به صورت مرتب دنبال کند. شهرت اصلی شاملو به خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن گونه این شعر است که با نام شعر سپید یا شعر شاملویی یا شعر منصور شناخته می شود. شاملو که هر شاعر آرمانگرا را در نهایت امر یک آنارشیست تام و تمام می پنداشت، پس از آشنایی با نیما یوشیج تحت تأثیر او به شعر نیمایی روی آورد. احمد شاملو سرانجام پس از تحمل سالهای رنج و بیماری درگذشت و پیکرش در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد.